از نکاتی که حائز اهمیت بسیار بسیار زیاده، مصدق معتقد به آزادی بود و در رأس اونها آزادی مطبوعات رو قرار داد. حتی تا جایی که زمانی که نخست وزیر بود دو بار به رئیس شهربانی به طور مستقیم با نشان شیر و خورشید یعنی فرمان می‌نویسه که اگر در مورد من نشریات مطلبی نوشتن به هیچ وجه من رجوع مزاحمشون نشن مگر اینکه در مورد سایرین عمل خلاف قانونی بکنن که با این عمل خلاف قانونی هم تحت شرایط قانونی باشون برخورد بکنن. اما از نظر سیاسی اجازه بدید به یک نکته اشاره کنم و اون دید دقیق و شفاف مصدق هست برای برخورد با استعمار خارجی، برای حفظ استقلال ایران و برای آزادی در داخل، برای قطع ید ایادی استعمار خارجی در ایران. اولی رو در برنامه ملی شدن صنعت نفت پیاده کرد. در مورد دوم که آزادی انتخابات بود موفق نشد به خاطر اینکه اونهایی که همراهش بودن، نه فقط به این خاطر، به خاطر اینکه جبهه مخالفت با مصدق خیلی بزرگ بود. اما با کوشش و منشی که از خودش نشون داد توانست به کمک یاران خودش نفت رو ملی کنه، گرده بزرگترین امپراتوری استعمارگر اون روز رو به زمین بزنه و سرمشق کشورهایی بشه که بعد از اون دونه دونه به طرف مبارزه با استعمارگران رفتن و سیادت خواهی کردن. از در درجه اول جمال عبدالناصر که با کنسپت و نسخه او کانال سوئز رو ملی کرد و محبوبیت مصدق در کشورهای عربی و اسلامی یا عربی از این نقطه نظر به همین خاطره که سمبولی شد برای تمام این منطقه. در مورد انتخابات آزاد موفق نشد، اما حکومت 20 و چند ماهه، یعنی 2 سال و 4 ماه و 25-26 روزش محقترین و مشروعترین مرحله پیوستن به صدر مشروطه است و پلی برای گذشت از این دوران سیاه 30 ساله که ما باهاش روبرو بودیم و نسل جوان امروز باهاش روبروست و نسل جوانی که فقط در این دوران به دنیا آمده و فقط این رژیم سیاه رو، سیاه به معنای واقعی کلمه، فقط این رژیم سیاه رو دیده و تمام بدیها، تمام چیزها رو بد دیده، یعنی تمام بدیها رو دیده. مصدق رو در کتاب ها خونده که امیدوارم اینطوری باشه، اما احمد آباد بیادش هست، از پدر و مادرش احمد آباد رو شنیده، مشعل بالای احمد آباد رو میشناسه، میدونه که اگر غمی به دل داره باید بره طرف احمد آباد، طرف مصدق. مصدقه که ما خودخودوار باید از این محلکی سیاه جمهوری اسلامی بگذاریم و به اون جامعهی برسیم که مصدق میتونه دوباره سمبول اون جامعه باشه. خیلی متشکرم. و این که امروز میخوام برای شما بخونم در یکی از مجلات دیدم چند سال پیش، خوشم اومد و اینو یادداشت کردم، از حمید مصدق. سخن بی پرده باید گفت، وقت راز پوشی نیست. اگر دشمن زبیم نام تو برخیش میلرزید و میلرزد و میکوشید و میکوشد که در گرد فراموشی بپاشد روی نام تو، دلم میگیرد از این قافلان و پست پندارد. چه کوشش ها ز خاطرها که بزدایند، تو
تو را و راد مردی تو را، تو را شیر بزرگ شرق، تو را ای مظهر آزادگی به نامی یاد ننمودند و قلب عاشقانت را به یادی شاد ننمودند. اگر او را همان طاغوت به زندان برد، ابر مرد وطن گر عاقبت در بند زندان مرد، چرا با سوره الحمد روانش را به جنت شاد ننمودند و نامش را پس از آزادی مردم چرا آزاد ننمودند؟ دلیقی نیست تو یادت همچه خورشید فروزان جاودان ماند و نامت را هزاران سال دیگر نیست هر آزاده با شوق میخواند و میداند که در روز مصیبت همچه کوهی استوار از پا نیفتادی و در سیل حوادث سرگران چون کوه استادی. ولی آزرده دارم من و اینک سر ز حسرت در گریبان بردم من، ولی اندوه من پیری نمی پاید و ای مخبور من آن روز می آید که این مردم بدان سالی که تو می خواستی دلشاد می گردن. نمی دانی که بعد از تو چه بر ما رفت و چه گلهای سرخی بهتر از صد گل هزاران گل به روز تیرباران ها به روی خاک افتادند، پس از آنگونه سختی ها به مردی جان سپردند و به پیش خصم جوان مردانه ایستادند. تو بودی استاد مردی و رادی، تو درس راد مردی را به مردان یاد می دادی و ما پویندگان راه تو تا روز بهروزی و پیروزی به جان راه تو را پیوسته می پوییم و می گوییم گرامی باد نام تو و نامی باد نام تو. متشکرم. آنچه باعث ماندگاری مصدق بزرگ پس از سالیان سال شده است، شخصیت و اخلاق گرایی و صلابت او در تحقق آرمان‌های ملی است. تلاش‌های او از آزادی مطبوعات تا خارج کردن ایران از زیر سلطه استثمارگران بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه او را جاودانه کرد تنها ملی کردن صنعت نفت ایران نبود، بلکه منش محمد مصدق بود. مهمترین مصالح برای او مردم بودند، هرچند که شهریار شهر سنگستان تنها ماند، ولی امروز پس از گذشت بیش از یک قرن از سالروز تولدش وی اسطوره ملی و بخشی از تاریخ ایران زمین است که نه تنها متعلق به حزب و گروه خاصی بلکه متعلق به تمام ایرانیان است و یادش را گرامی می‌داریم و راهش را عرض می‌نماییم. هرچند که دیگر او در میان ما نیست، ولی روح او در کالبد ایران دمیده شده است و راه او جاودانه و سخنانش آنچنان به روز است که گویی ما سالیان سال به گرد خود چرخیدیم و هنوز در خانه نخست به سر می‌بریم. شاید امروز مدعی هستیم که به رشد نسبی رسیده ایم تا آزادی، استقلال و حکومت قانون رو فریاد کنیم. شاید جبر زمانه این چنین بوده که او 100 سال زودتر به دنیا آید و ما او را در کنار خود نبینیم. خلاصه بگویم او نه حزبی داشت و نه متعلق به حزبی بود. بهتر بگویم او از مردم بود و مردم را از خود می‌دانست. و با هم بگوییم او از ماست و به امید روزی که ما هم خود را از او بدانیم، مصدقی بیندیشیم، مصدقی رفتار کنیم و مصدقی کردار.